بدرود از رادیو زودی به همه شما بینندگان عزیز امروز 30 سپتامبر است و برایتان روزگاری پر از خوشی را تمنا داریم. حالا ساعت به وقت پراگ هفته صبح نویدی بمدادی رو من شالوگل خوجه تقدیمتان میکنم و اکنون توجه نمایید به خبرها. سروزیر ازبکستان عبدالله اوریپوف با یک هیئت بلندپایه این کشور با سفری کوری در تاجیکستان قرار دارد. دیروز در جریان مذاکرات سروزیر تاجیکستان خوی رسولزاده و عبدالله اوریپوف مسئله های رشد منبعی مناسبت های تجارتی و اقتصادی بین کشورها را بررسی کردند. رسولزاده در جریان گفتگو توجه را به توسعه گردش شمال بین تاجیکستان و ازبکستان جلب کرده است. از جمله ذکر گردید است که در دوام 4 سال گردش شمال و کالا بین این دو دولت برابر افزوده از 12 میلیون دلار تا به 362 میلیون دلار رسانیده شد. تنها در نیم سال جاری ازبکستان و تاجیکستان با مبلغ 217 میلیون دلار دادو گرفتی تجارتی داشتند. سروزیر ازبکستان روز گذشته با امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان هم ملاقات کرده است. 29 سپتامبر در قصر ملت پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان سروزیر ازبکستان عبدالله اوریپوف را که با سفر کاری به دوشنبه تشریف آورده است و حضور پذیرفت. در جریان ملاقات جانب ها دورنمای مجموعی مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان و راه های توسعه آن را بررسی کردند. سروزیر ازبکستان روز سه‌شنبه در رأس یک هیئت حکومت این جمهوری برای شرکت در جلسه کمیسیه بین حکومتی آید به همکاری های تجارتی و اقتصادی که دیروز در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار گردید و تاجیکستان آمده است. او در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان با زبان تاجیکی سخن کرد. منداری صمیمی اظهار نماید. ما شادیم که در سرزمین مهمان دوست تاجیکستان هستیم. سروزیر ازبکستان ابراز سپاس نمود که صرف نظر از شرایط دشوار امساله تاجیکستان که در سرگاه آب قرار دارد کشاورزان ازبکستان را به آب نگذاشت. در عرفه سفر اوریپوف به تاجیکستان در ناحیه سپیتمن تاجیکستان از طرف ازبکستان به مبلغ 18 میلیون سومانی مؤسسه تعلیمی عمومی به استفاده سپرده شد. آخر هفته گذشته رسانه های ازبکستان گزارش دادند که این جمهوری تصمیم گرفته است سر از 1 اکتبر مرزهایش را با یک ایده کشورهای عالم و از جمله تاجیکستان باز میکند، ولی تا کنون در این باره خبر پخش نشده است. در دوره حکمرانی پرزیدنت اولین ازبکستان اسلام کریموف روابط دو جمهوری آسیای مرکزی سرد بودند. ازبکستان با ساختمان نیروگاه آب و برق راغون مخالف بود. با اشاره به امکان عبور افرادگراهای اسلامی و قاچاقچیان، ازبکستان با تاجیکستان رژیم ویزا جاری نموده در مرز مشترک میدانهای مین بنیاد کرده بود. اما در 4 سال گذشته از زمان سر قدرت آمدن شوکت میرزیایف در ازبکستان، در روابط تاجیکستان و ازبکستان صحیفه نو باز شد. رفت و آمد آزاد و همکاری ها در حال رشد می باشند. پیش بینی می شود که در چارچوب زیارت کنونی هیئت ازبکستان از تاجیکستان یک چند مؤسسه مشترک باز می شوند. شما نویدی بمدادی رو از رادیو ازودی تماشا دارید. شروع امنیتی سازمان ملل متحد از نیروهای ارمنستان و آذربایجان دعوت کرد که جنجال سه روزه در منطقه جدایی‌خواهی قره‌باغ کوهی را فورا قطع کنند. در ازالت شروع امنیت که دیروز از جانب 15 عضو آن به تصویب رسید، پیشنهاد دبیر کلی سازمان ملل آنتونیو گوتریش درباره توقف جنگ و کاهش تشنج و همزمان با آن بازگشت به مذاکرات قابل فهم دستگیری شده است. شروع امنیت از برخوردهای وسیع مقیاس سه روز اخیر در خط تماس قره‌باغ کوهی نگرانی عمیق ابراز نموده استفاده نیرو را محکوم نموده است. جلسه شروع امنیت در حال دایر شد که ارمنستان میگوید هواپیمای ترکی F-16 یکی از هواپیمای ارمنستان را سرنگون کرد. در سه روز اخیر برخوردها در منطقه قره‌باغ کوهی اوج گرفته، خوف سرزدن جنگی وسیع مقیاس میان دو کشور سابق شوروی ارمنستان و آذربایجان را خلق کرده است. ترکیه و آذربایجان خبری سرنگون شدن هواپیما در تاریخ 29 سپتامبر رد کردند. وزارت مدافع ارمنستان اظهار نمود که هواپیمای ارمنی سو-25 اسنای اجرای وظیفه ها در حریم هوایی ارمنستان از طرف هواپیمای F-16 ترکیه سرنگون گردید. وزارت مدافع آذربایجان این خبر را بی اساس نامید. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه هم گفت که خبری سرنگون شدن هواپیمای ارمنی دروغ محض می باشد.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دیروز در بیانیه رسمی گفتند رحمت الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات را کسی نزده بلکه سگش به درون جویبه رفتنده است. وزارت از قبل قابل جان دولت خوجایف همچون شاهد حادثه آورده است. 22 سپتامبر به گاهی روزی همسایش زویرف را واخورد که نام برده با سگش سیر و گشت می نمود. سگ زویرف را به یک طرف کشید و در نتیجه او به داخل جویبه بتونی افتید. رحمت الله زویرف در واکنش به این بیانیه آن را به پویا و پر از اشتباه خواند. او با نشر یک پاسخ در فیسبوک نوشت که همسایه را با چنین نام نمی‌شناسد و همراهش سگ نداشت. زویرف بیشتر گفته بود که شام 22 سپتامبر دو شخص نامعلوم در نزدیکی خانه‌اش در دوشنبه با او حمله کرده و سر و چشمش آسیب رساندند. زویرف میگوید حمله اخیر بعد از بازگشتی او از بعضی شهران و نواحی کشور صورت گرفت، جایی که به قول خودش درباره تقلب‌کاری رئیسان بعضی از شهر و نواحی کشور هنگام پیشواز رئیس جمهوری تاجیکستان معلومات زیادی جمع آورده بود. امروز از روی جدول قبلا تصدیق شده آخر پروازهای چارتری در ماه سپتامبر از روسیه به تاجیکستان صورت میگیرد. طبق نقشه 6 پرواز در نظر است. 3 پرواز را شرکت سامونیر از مسکو به دوشنبه انجام میدهد. یک پرواز دیگر از شهرهای سنکت پیتربورگ، اوفا و یکاترینبورگ عملی خواهد گشت. آیا ماه آینده پروازهای غیر نقشوی و یا دائمی بین روسیه و تاجیکستان راه اندازی میشوند یا نه، به احتمال زیاد ساعتهای نزدیک معلوم خواهد شد. صحبتهای ما را تماشا کنید. دیروز گروهی از مهاجران کره تاجیک از بازداشتگاه شهر ادینسوو ولایت مسکو با ما تماس گرفته ابراز داشتند که دو روز باز آنها را در قرارگاه پلیس گرسنه و تشنه نگه می‌دارند. مومین احمدی این قضیه را پیگیری کرد. پلیس روسیه 28 سپتامبر نزدیک 40 مهاجر تاجیک را در ناحیه ادینسوو مسکو بازداشت کرده است. دلیلی بازداشتی آنها را پلیس نداشتنی پتنت برای کار در این ناحیه گفته است. مهاجران میگویند یک روز باز گرسنه و در شرایطی ناخوب نگهداری میشوند. در کنسولگری تاجیکستان در مسکو گفتند که از بازداشتی مهاجران خبر دارند و در دایره قانون با آنها کمک میرسانند. فعالان حمایت از حقوق مهاجران نیز حادثه را پیگیری کردند. اکثریت اونا متاسفانه پتنت ندارند و یا اینکه با پتنت مسکو در شهر ادینسوو کار کردند، با پتنت مسکو در ولایت های مسکو متاسفانه کار کردن ممکن نیست و مهاجرانی که پتنت مسکو دارد در حدود ولایت مسکو حق کار کردن را ندارد. ما صحبت کردیم، بچه ها رو برده یعنی سری سود جریمه کرده جواب میتین، اما تا 15 دسامبر حقی یعنی ورود الممنوع یعنی حقی دپارتاسیا کردن رو ندارد. نزدیک 1 میلیون تاجیکستانی در روسیه مهاجر است. آنها پیوسته از نقص شدن حقوقشون شکایت میکنند. فعالان سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در نزد بینای سفارت روسیه در آلمان و بریتانیا تظاهرات کردند. تظاهرات روزهای 24 و 28 سپتامبر برگزار شد. میگویند از قضیه به ادعای آنها رابطه شدن فعال گروه شوبیدین بدالوف در روسیه و احتمال به دست مقامات تاجیکستان سپرده شدن او نگران میباشند. خبرگزاری از پلوس با تکیه به منبع خود در داستانی خطلان می نویسد زنی که در بوقی کردن 4 فرزند نابالغش گمان بر است برای تشخیص به بیمارستان روحی نوی رودکی فرستاده شده است. با گفته مصاحب رسانه متخصصان حالت روحی نزاکتخان تو ایروه را می سنجند. وابسته به خلاصه آنها این زن یا در این بیمارخانه مولیجه می گیرد و اگر سالم بود در دادگاه برای عملش پاسخ می دهد. مدت تشخیص می تواند از چند روز تا یک ماه را در بر بگیرد. یادآور می شوم که 9 سپتامبر سال جاری نزاکتخان تو ایروه و در نوی کوشانیان در منزل استقامتیش با بیرحمی مخصوص فرزندان 9, 8, 6 و 1 ساله خود را پای در پای با روی بستن دستان و پایهایشان و در سرشان پوشانیدن سیلافان باقی کرده است. زن پس از کشتن کودکانش حادثه را خود به پلیس خبر داد. در قربی اسرار خارجی برای امروز 30 سپتامبر بینندگان عزیز از جانب بانک ملی تاجیکستان چنین تعیین شده است: 1 دلار نسبت به روزهای گذشته بی تغییر باقی مانده برابر است با 10.32 دیرم، اما قربی یورو و روبل روسی با سم پوینت در اومده است. امروز 1 یورو بر عوض 12 سومانی خرید و فروخته می شود و 1000 روبل روسی باشد 129 سومانی و 60 درهم ارزش دارد. صحبت این ساعت را همینجا خلاصه می کنم. خبرهای نوروز 3 ساعت پس تقدیمتان خواهم کرد. با رادیو آزادی بمانید و روز خوب داشته باشید.